اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری. سرکشی های تو بیدارم نمود، چون صدای روشنت دل می شنود. از فراز شام جان افروز من، خسته جان مانده است در دیروز من. ناگهان خورشید چشمت سر زند، نغمه امید را بر در زند. می نوازم چنگ شعرم با سرود، با درود و با درود و با درود. میهنم گویی چراغانی شده است، که این همه خورشید ایرانی شده. علیرضا نوریزاده، پنجشنبه دوم ماه نوامبر، 11 آبان ماه به شما سلام میکنم. خیلی هم طبیعی همتون منتظر این دکتر سازگارا بیاد و بگوید از پشت پرده و اسرار نهان و تحلیل ها و تفسیر های ثبت با سند برابر است. تو محضر پدرم که بودم میرفتم تا به سونا بعضی وقتا، و بعدم تو اندیشه حقوق خوندن و اینا پدرم اصرار داشت فرا بگیرم. یه جمله یادم تمه، این منشیا و دفتریا رو اینا که سندها رو مقابله میکردن، یکی ثبت با سند برابر است بود اون زیر، و اسقاط کافه خیارات از جمله خیار اقاله، که اینم از فقه به قانون مدنی ارتباط پیدا کرده بود و اونجا اجرا میشه. بگذاریم. درود بر دکتر سازگارای عزیز. عرض سلام و ارادت دارم خدمتتون آقای دکتر نوریزاده، خدمت همه بینندگان عزیز. پیشاپیشم عذرخواهی بکنم اگر دلیل سفر یه وقت کیفیت تصویر و صدا ممکنی که من بسیار خوب نباشه. بسیار خوب. ما دیگه این روزگاران اینجوری شدیم دکتر جان، دستمون میگیریم راه میافتیم دیگه، نگرانی این نیست که حالا تصویر خود روشن یا کم و تاریک باشه. بله، و مهم اینه که دوستانی هستن که واقعا منتظرن حرفای شما رو بشنوند و تحلیلتون رو گوش بدن. خب اجازه بده من قبل از اینکه بپردازم به موضوع جنگ و غزه و غیره، از داخل شروع کنم یه مقدار. سوال اولم اینه که این همه ترس و وحشت شما بیای آتش افروزی کنی و در بری، و اینکه مردم ما اینقدر بی اعتنان. شما تو بورکینافاسو هم بری یه تظاهراتی اونجا برپا میشه، ولی مردم ایران اصلا اعتنایی به این قضیه ندارن. اگرم نگاهی بکنه همدلی با اسرائیله. خب من دلم میخواد، بنده ممکنه بدونم، ولی دلم میخواد دکتر سازگارا این تعابیر رو، این باستاب ها رو تجلی بده و بیشتر راجع به صحبت. واقعا به نظر سلام و ارادت خدمت شما همه بینندگان مجدداً. واقعا آقای دکتر، ابتدای برنامه باز باید بگم واقعا نمیتونم تأسف خودم رو از این آتش جنگی که خامنه‌ای به پا کرده ابراز نکنم، و این فتنه‌ای که درست کرده، خون
هزاران هزار بیگناه اسرائیلی و فلسطینی هر دو سو که ریخته میشه روی دستان خامنه‌ای و اعوان انصارش و نفرین واقعا نفرین به این جنایتکاری که از این حیث به قول اون شعر شما که در میره که در تاریخ جایی بالاتر از چنگیز بشینه و این خونخوارای تاریخ در واقع برای اینکه اونا دست کم در جنگ های یک جوان مردی ها و یک اصول رو رعایت میکردن این مرد هیچ مرد اخلاقی هم نداره برای جنایت هایی که میخواد مرتکب شه. اما سؤال به حق شما، اجازه بدید من به دو چیز استناد کنم. یکی به گزارشی که اطلاعات سپاه تهیه کرده بود برای مصارف خودشون، من خیلی خلاصه شد دیدم و اونا خیلی هم سعی میکنن دقیق در بیارن برای اینکه از روی آنتنای تلفن ها هم شنود میکنن، هم مسیج پیامک ها رو کنترل میکنن و هم توی شبکه های اجتماعی میرن اونجاهایی که میتونن برن و مثلا کانال های متعدد تلگرامی که درش رو به همه بازه توش هستن و رصد میکنن، کلید واژه خلق میکنن مثلا برای همین جنگ غزه که مردم به هر زبونی راجع به اون حرف زدن کامپیوتر جمع آوری میکنه، گاهی تا 1,000,000 نمونه جمع میکنن، بعد کامپیوتر آنالیز میکنه، نهایتا آدم هایی میشینن اون گزارش مثلا 100 صفحه نهایی رو میکنن، خلاصه میکنن میشه 4-5 صفحه و معمولا سنجش افکار دقیقی نسبت به موضوعی که تحقیق کردن جامعه ایران رو نشون میده. اون گزارش لب به حرفش این است که مردم ما در این زمینه جنگ نه فقط همراه تبلیغات رژیم نیستن بلکه رو در روی حکومت هستند. یعنی درست لغت رو در رو به کار برده، رو در روی رژیم ایستادن و نه فقط موافقتی ندارن بلکه به شدت عصبانی هستند، تا حدی که اون گزارش هشدار میده که ممکن است که شاهد اعتراضات خیابانی هم باشیم. آنچنان که دیدیم که مثلا در تشییع جنازه داریوش مهرجویی و همسرش وقتی خانم برومند یک کلمه گفت هو کردن، شعار نه غزه نه لبنان دادن. خب اینا قشر سینماگر و روشنفکر جامعه عمدتاً اونجا هستن، یا در استادیوم قشر ورزشگاه برو و ورزش دوست ما دیدیم چه واکنش نشون دادن، یا در کارخانه جان تایر مثلا گروه ملی فولاد یا جاهای دیگه. بنابراین میخوام بگم اقشار گوناگون مردم وقتی فرصتی پیدا میکنند اعتراض میکنند و با شعارهای نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن ابراز میکنند، به اضافه صدها و هزاران بلکه میلیون ها کامنتی که این روزها ما میبینیم تو شبکه های اجتماعی ایرانی ها میدارن، مقایسه میکنند، مثلا میگن غزه اقلا ماشین آخرین مدل اونجا هست، نمیدونم سرانه مصرف گوشت فلسطینی ها حدود 100 کیلو در سال در حالی که این در ایران 9 کیلوگرم در سال شده، فقری که آب اقلا بوده این بوده. منظورم به طرق مختلف مردم این نارضایتی رو ابراز بکنه. نکته دومی که میخواستم عرض کنم در این رابطه مشاهدات میدانی دوستانی است که در ایران من باشون صحبت کردم، مخصوصا رفتن سعی کردن مثلا این نماز جمعه که دعوت هم میکنن فراخوان میدن راه پیمایی بعدشه، به قول یکی از دوستان ما میگفت به سختی میشد در تهران بگی 10,000 تا آدم رفتن، یعنی گفت از قشر نماز جمعه برو هم عمدن غایب شده بودن برای اینکه موافقتی ندارن با آنچه که حکومت میخواد بکنه. و در واقع به نظرم رد پای جنایت خامنه‌ای رو میبینن و تعبیری که یکی از افراد درون حکومت من ازش شنیدم این بود که میگفت بی توجهی مردم سهل است مخالفتشون با این دامنه جنگ
به طرز ترسناکی جدی نزد مردم و مسئولین حکومت رو ترسونده، یعنی ترسان شدن از این مقدار تنفر مردم از این جنایت که خامنه‌ای مرتکب شد. من دکتر یه نکته را عرض کنم، در نیروهای مسلح همین سپاهی ها، همین عرشبت بسیجی ها و ارتش که حالا اصلا از قدیم الایام حسابش دو دارد، اینها هم مسئله دارن. یعنی تا اونجایی که به گوش بنده رسیده در محافل خصوصی زیاد اینا ابراز نارضایتی میکنن و در واقع هم حرفایی رو میزنن که عموم مردم میزنن. دکتر سازمان نکته جالبی رو انگوش گذاشتی. روز یک شنبه یک افسر نیروی دریایی سپاه که من میشناسم دیر سالیست با من صحبت میکرد، اتفاقا روی ناوم بود، یعنی و در جای پهلو گرفته بودن. اینجا چون تعدادشون خیلی زیاد بوده بنابراین من علامت نمیدم که کسی بره پیداش کنه، ولی یه نکته خیلی جالبی به من گفت. گفت باورت نمیشه، از روزی که ما بندر عباس حرکت کردیم تمام این 12 روز فقط بحث ما سر این جنگه، به ما چه ربطی داره؟ یعنی بچه ها دارن میگن به ما چه ربطی داره؟ این همه کشور عربی هست، اونا اولا هستن، عربن، هم نژادن، هم تیرن، هم مذهبن. آقای خامنه‌ای پول میده به جهاد اسلامی و رهبر جهاد اسلامی میاد میگه شیعیان رافضی و کافران و مرتدان در جمع ما جایی ندارن. خیلی روشن سخنگوی حماس میگه پول از دشمن مثل رافضی هم گرفتن اشکالی نداره، پول باید گرفت. خب ببینید آقای دکتر سازگاره، بعد از سالها مردم اون اول انقلاب بالاخره نسل ما بچه های جوون دانشکده دانشبرو با فلسطین عجین بودن، مسابقه فوتبال با اسرائیل رو یادمون نمیره، واکنش ما تو خیابون چه بود. ولی الان واقعا داستان فرق کرده. یعنی درسته که عمل کرده آقای ناتانیاهو و این جور مردم بیگناه رو کشتن محکومه، ولی در عین حال چه کسی این جنایت رو شروع کرد؟ حماس. چه کسی فرمان داد؟ سید علی خامنه ای. شما در تمام محافل عربی، حالا درست مجبورن رادیو تلویزیونا خب بالاخره به ساز حماس گاهی برخصن، اون شهامت در خاورمیانه پیدا نشده که مردی مثل ابو مازن پیدا بشه بیاد بگه این حماس جنایتکاره و نماینده ملت فلسطین نیست. این رادیو تلویزیونا جرئت نمیکنه. ولی یه نکته رو شما لابلای حرف های دکتر میشنوی که راحت به شما میگن حماس صلحی رو که میتونست تو 5 سال آینده به نتیجه بنشینه نابود کرد و حالا خدا میدونه پدر و مادر کشته شدگان غزه و نمیدونم بچه ها و جوون ها و طفلان شیرخوار اینا فردا چه خواهند کرد. من از شما سوالم، بله، جامعه جهانی به هر حال زیر فشار افکار عمومی شل شده یه مقدار در اون حمایت اولیه، آیا در مورد آمریکا هم چنین خللی رو شما میبینی یا آمریکا قرص و کم ایستاده؟ این برای مردم ما هم خیلی اهمیت داره. بله، من اگه بدین یه نکته راجع به مطلب بسیار درسته که شما روش انگشت گذاشتی راست. و من سالها پیش که در ایران بودم کاندیدای ریاست جمهوری شده بودم برای اینکه میدونستم ردم میکنن، بیشتر برای اینکه بتونم برم تو اون جمعایی که از اعلام کاندیداتوری تا رد کردن شورای نگهبان برم دانشگاه های مختلف صحبت کنم و در واقع اون حرفو بزنم که جنبش اصلاحات به خاطری معلوم بود دور دو با هم رأی میاره، ولی جنبش اصلاحات به بنبست خورده. بیشتر میخواستم اینو بگم و ما باید قانون اساسی رو بریم سراغ تغییرش وگرنه هیچ فایده ای نداره. ولی یادمه در دانشگاه مشهد سالن پر پرم بود، مطرح کردم، از قبلش بار در دانشگاه زنجان گفته بودم ولی در جمع بزرگی اولین بار بود، همین حرف شما رو مطرح کردم. گفتم اگر مسئله دینی به بین
اسلام و نمیدونم کلیمی یهودیت و غیره، این حرف ها که اصلش گذشته و بعد هم مثلا جمهوری اسلامی نشون داده اینجورام نیست. توی دعوای آذربایجان و ارمنستان سمت ارمنستان رو میگیره، تو دعوای چچنا و روسیه سمت روسیه رو میگیره. الان که اون موقع نبود البته، مسلمانان اویغور چین، اون جنایت رو چین داره میکنه بدتر از نازی ها نسبت به 40 میلیون مسلمون، صداش در نمیاد. بنابراین اینا شوخیه. و اگر ظلم به فلسطینی هاست، نه اسرائیل نزاع الان عرض میکنم نزاع 75 ساله، نه اسرائیل بیگناه و اینوسنته، نه فلسطینی ها، کار بد هر دو طرف کردن و اینا چه هزار سال اونجا با همدیگه زندگی کردن، خودشون پس همدیگه هم برمیان. بله اگه ظلمی به فلسطینی ها میشه یا به هر گروه دیگه، ما هم در حدی که به اصطلاح اقتضا میکنه باید که مدافع باشیم و دیگه کاسه داختر از آش که نمیشه باشیم که دیگه ما نمیتونیم از ابو مازن و که موشو تو مبارزه سفید کرده فلسطینی های میانه رو، یا از عربا تندتر باشیم و داختر. بعد همین در حدودی که بقیه کشورهای اسلامی مالزی مثلا میگه، ما همونو میگه دیگه، نه بیشتر. نه ما هرگز جنگی با اسرائیل داشتیم که بگیم زمین ما رو گرفته، نه دعوایی داشتیم، برعکس اتفاقا چند هزار سال ایران پناهگاه یهودی ها بوده. بنیانگذار ایران کوروش کبیر توی کتاب مقدس کلیمی هاست دعا در حقش میکنن. بنابراین ما اصلا چی کاره کنیم و چرا باید این همه خسارت بدیم بابت یه حرفی که به قول شما نسل ما حالا نسل انقلابی بوده، انقلابیگری مد روز بود، فلسطین هم روزگاران هر کی میخواست بگه انقلابی هم مدافع فلسطین بود، ولی اون تبا همه عرق کرد، خود فلسطینیا عوض شدن. ماجرا الان رسیده به این جایی که همه دنیا، همه عربا خودشون میخوان صلح کنن. حالا یا آقای خامنه ای جنایتکار در ایران به هزار و یه دلیل این طور در واقع آتیش درست میکنه، صلح رو به هم بزنه و مردم رو اسیر میکنه. بنابراین کاملا درست میکنه. من یادم هم هست وقتی این حرفا رو میزدم، دانشجوها، خب اون موقع الان خب همشون شاید در نزدیک 40 سالگی باشن دانشجوها، با تشویق ممتد خودشون خیلی پشتیبانی میکردن و همون موقع یادم پاره از دوستان خود ما در میون اصلاح طلبا و غیره به شدت به من وقتی شنیدن یه حرفا رو که من زدم انتقاد میکردن، ولی الان همون آدم ها هم اصلاح طلبای اون روزگاران و عناصر حکومتی الان همشون مخالف شدن و همین حرفایی رو میزنن که من و شما هم داریم الان میزنیم و تحول جامعه ایران نمیشیدید. اما راجع به جامعه جهانی که میفرمایید، آمریکا به هیچ وجه، آمریکا، دولت آمریکا به شدیداً پشت اسرائیل ایستاده، در کنگره آمریکا هم البته اومده اون پول کمک به اوکراین هم روی این لایحه گذاشته، جمهوری خواه سعی کردن جدا کنن، دوباره بایدن گفته من وتو میکنم اگر پول اوکراین رو بزنیم و در واقع دو سوی راه رو هم دموکرات هم جمهوری خواه به شدت پشت اسرائیل ایستادن. امریکا از این حیث میشه گفت که سنگ تموم گذاشت، برای اینکه رئیس جمهورش هم بلند شد رفت اونجا، دو تا ناو هواپیماور به شرق مدیترانه فرستاده که هر کدومش یه ارتش وقتی حرکت میکنه، فقط 200 هواپیما، 250 هواپیما، موشک و دفاع موشکی و جنگ الکترونیک و تفنگدار دریایی یه شهر حرکت میکنه، ناوهای جنگی اطرافش و اینا اونجا مستقرن و نیروهای دیگه هم فرستاده برای تمام پایگاه‌های آمریکا دفاع، احتیاطاً اگر درگیری هم به خصوص نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بخوام بکنم پاسخ بدن. به شدت هم به جمهوری اسلامی اخطار کردن و به حزب الله که اگر وارد جنگ بشین، به خصوص به امریکا اگر بخواین تعرضی بکنیم میزنیمتون. اینا هم جا زدن، یعنی خبرهایی که من در حکومت هم دارم نیست که جا زدن و خیلی محتاطانه تو این زمینه ها حرف میزنن. اگر سالا امروز مطرح بود که اون تیپ امام حسین از سوریه فرستادن لبنان، قانی هم اونجاست، ظاهرا میگن 5000 نفرن، البته معمولا کمتره، که پهپاد و
موشکی و غیره هم دارم، تا خود حزب‌الله از این تجهیزات زیاد داره و ممکن است همه منتظرم ببینن حسن نصرالله فردا جمعه چی میگه، ممکنه درگیری بخوان درست کنن، ولی اونم میدونن که اگر حزب‌الله درگیر جنگ بشه اسرائیل میره که تمومش کنه، یعنی میره تا بیروت رو دوباره میگیره و حسن نصرالله دستگیر کنه، اونم باید بذاره مثل عرفات اون دفعه رفت تونس فرار کنه. بنابراین نه، آمریکا دکتر جو عمومی جامعه هم اتفاقا مثلا در یه شهری مثل نیویورک هم کلیمی ها بزرگترین کامیونیتی کلیمی های دنیا بعد از خود اسرائیل در شهر نیویورک چند میلیون هم و هم عرب ها در نیویورک زیادن، شهر جالبی زدینه هر دو طرف فراب ما تو خیابوناش که راه برین این فروشگاه های بسطلا این ماشین هایی که غذا می فروشن اکثرش بالاش نوشته حلال و عرب هم. و یا خیلی چیزهای دیگه، ولی این شهرم شما وقتی نگاه بکنی دیگه جاییست که بعد دو گروه باشن، تظاهرات اینا میذارن یه تعدادی، تظاهرات اونا میذارن یه تعدادی، کاری به کار هم دیگه هم ندارن، کشور آزاده، ولی اینجورم نیست که افکار عمومی رو مثلا فلسطینی ها تونسته باشن بکشونن سمت خودشون یا اسرائیلی ها بالکل کشیده باشن سمت خودشون کلیمی ها. نه من فکر میکنم آقای دکتر نوری‌زاده خامنه ای یکی از چیزایی که روش حساب میکرده این بوده که وقتی عملیات زمینی اسرائیل میکنه دنیای اسلام از اندونزی تا پاکستان، خاورمیانه تا غرب اروپا، از انگلیس تا آمریکا و همه بریزن تو خیابونه، بالاخره 1.1 میلیارد مسلمونه، 5% هم بیان میشه 55 میلیون آدم، درست بیان تو خیابونا و مثلا حمله کنن به سفارت های آمریکا، تا الان این اتفاق نیفتاده. مثلا پاکستان به نظر من حرارت سنج خیلی خوبیه، ولی که مسلمان های خیلی دو آتیشه ای داره. خب من خودم فکر میکردم اقلا چند تا حمله مثلا به سفارت آمریکا میشه فرض کنید، نه چیزی ما نمیبینیم. کشورهای خاورمیانه که جز اردن هیچکی، اون چون چند میلیون فلسطینی هستن، بله اتفاقی نیفتاد. غرب اروپا هم که مسلمان اسلام دین دوم اروپا است. دکتر سازگارا ببخشید، دکتر در پاکستان جالب بود ما پخش کردیم 4 تا از این شیخ ها، قاضی حسن، قاضی حسین، سوار اسب شده بودن، اسبای مردنی لاغر، شمشیرم دستشون میرفتن به سوی جنگ با اسرائیل. این دکانا ولی خیلی جالب بود برای من، یه مولای افغان، او آقا مگه قضایی ها برای حال ما زار زدن، مگه فلسطینی ها یک کلمه برای مصیبت ما گفتن که گرفتار طالبان شدیم، حالا ما چه وظیفه ای داریم که براشون سینه بزنیم؟ مگه اونا بر ما؟ و واقعا شما نگاه کنید در مبارزات ملت ایران یک کلمه از این فلسطینی ها بیرون نیمد، از این ابوهای حماس و جهاد اسلامی و غیره، که خب این ملت ایران دارن قربانی میدن تو خیابون، دارن کشته میدن. آقای دکتر سهل است یک کلمه کدن، سهل است هر وقت پاش افتاده رفتن پشت صدام، دقیقا هر وقت پاش افتاده رفتن امضا کردن این 3 جزیره مال امارات، بله یعنی همچین اصلا انگار پول اونا براشون با ارزشتره، چون از اونا که یک قرون میگیرن رو سرشون میدن، هنوز مجسمه صدام تو غزه هست هنوز و خیلی آدم براش جالبه. درنگ کوتاهی میکنیم، باز میگردیم در خدمت شما و دکتر محسن سازگار. دوباره سمیرا پسندیده و هلیا محمدی، شاه من ماه من، پژمان بختیاری بزرگ شاعر و مرتضی نیست داوود آهنگساز، زنده یاد علی حاتمی، یک کارتریج داشت. وقت اول ما تو ماشین مثل گرامافون کوچولو بود، اونجا چسبیده بود، سفر رو میذاشتیم توش و دوتا هم اینجا بود که میشنیدیم بلنگوه این طرف اون طرف. بعد کارتریج اومد، کارتریج معرکه بود، صدای استیروفونی که جیب علی داشت اینو تو ماشینش و این آهنگ شاه من ماه من اینو یه اجرای خیلی باشکوهش رو داشت میذاشت
صدارم بلند میکرد و همینطوری میمدیم و واقعا حال و روز غریبی. دکتر سازگارو ببخشید، یه دفعه یاد علی جان آدمی افتادم، حالم یه جوری شد. این رفقای عزیز دونه دونه الان مرجویی که رفت واقعا واقعا اذیت کرد ما رو. دکتر عزیزم بگذار دیگه سرم به داخل بزنیم. آرمیتا هم رفت و اون تهدیدایی که کردن پدر و مادرش در روز تشییع جنازش دود شد رفت به هوا، برای که مردم اومدن، برای اینکه 30-40 نفر هم گرفتن، حالا بعد الان چقدرشون 17 نفر تو زندانه یا غیره. آیا شما فکر میکنید مرگ این دختر 16 سال، این خانم بهاره جنگرو یا جنگروی هست که مسئول امر به معروف و عضو رسمی سپاه هم هست، او این دختر نازنین رو هول داده و کشته. ممنونم از توانا که تصویر کاملش هم پخش کرد. شما فکر میکنید جامعه ما واکنشش محدود به همین مرگ بر خامنه ای و اینا که شبا شنیدیم توی اکباتان و شهرهای دیگه محدود به این خواهد بود، یا واقعا فکر مورید این قصه سر دراز دارد در مورد آرمیتا هم همینطور؟ حتما سر دراز دارد آی دکتر. ببینید اولا واقعا توانا دستش درد نکنه، با جزئیات در آورده و من تا اونجا که میدونم این گونه اخبار از درون خود حکومت میرسه بیرون. اینو مخصوصا عرض میکنم برای اینکه اون جنایتکارای مثل این خانم بهاره جنگرو یا جنگدوی، حالا اسمشون هر چی هست، بدونن که اگر دست به جنایتی میزنن پنهان نمیمونه و دیر یا زود میاد بیرون، رفقای خودشون لوشون میدن. اینا رو میگم برای اینکه فردایی نگن یک کسایی آی ما نمیدونستیم، آی نمیدونم مجبور بودیم. نه، الان که امروزه اگر از پشتیبانی این حکومت دست بردارن، در هر کاری که کردن قوانین بین المللی میگه تخفیف داده خواهد شد. این رو هممون میدونیم. امروزه همه فعالین روی عدالت انتقادی دارن کار میکنن. اسناد خوبی هست، شاید بهتریناش به گفته حقوقدان ها مال سازمان ملل. بنابراین فردا ایران بکش بکش قرار نیست باشه. عدالت انتقادی با اصولی که سازمان ملل و سایر سازمان بین الملل تعریف کردن اجرا خواهد شد و کمیته های حقیقتی ها و رسیدگی به شکایاتی که طبیعتاً مردم دارند علیه کسانی که ظلم و تعدی و جنایت در حقشون کردن. ولی این رو بدانند اونهایی که دست به این قبیل کارها میزنند، آلت فعل این سرکوب ها از هر نوعش میشن، بدانند که پنهان نمیمونند و پرونده هاشون میاد بیرون حتی قبل از سقوط این رژیم و مثل همین خانم بهاره جنگدوی و دوستای خودشون از درون اونجا خبرها رو میرسونن بیرون. لذا دوبار فکر کنن به قول آقای ناتان شارانسکی تا دیر نشده خطشون رو جدا کنن. و اینطور هم که توانا نوشته، ظاهرا این دختر نازنین آرمیتا با دو تا دوستش خب حجاب اجباری نداشتن مثل خیلی خانمای دیگه در ایران. این 3 نفر پیام آور مرگ اسم همه معروف به اینا تو ایستگاه مترو تذکر دادن. اینا هم مثل خیلی دخترهای دیگه داشت انداختن پایین رفتن و اینا زودتر از اونا وقتی قطار رسیده رفتن تو قطار و اینا اومدن. این خانم جنگرو یا جنگروی زده تخت سینه این دختر آرمیتا و گفته نمیشه سوار بشی و تعادل این دختر به هم خورده، سرش به کجا خورده خدا میدونه، ولی در واقع ضربه مغزش. و حتی توانا پاتوق این خانوم رو هم گفته میدان بهارستان اون انتشارات سرچشمه اونجا پاتوقشه و آخرین بارم توی تشییع جنازه مهرجویی دیده شده. عضو رسمی سپاه تهرانه و عضو اون مرکز امر معروف هم هست، رابطه با اونجاست و از این کارا زیاد کرده و امثال اینها که این گونه پیام‌آور مرگ هستند.
ولی آقای دکتر، مردم که حالا این رو فراموش نمی کنن و دیدیم هم دنیا چگونه مرگ آرمیتا رو پوشش داد، از همه خبر تا اونجا که من دنبال کردم هیچ خبرگزاری و تلویزیون و معتبری نبود که مرگ آرمیتا رو به عنوان خبر پوشش نده و نگن، و به صدها شخصیت هم تو دنیا واکنش نشون دادن. ملت ایران هم طبیعتا دنبال کردن و فراموش نمیکنن. اما اون نکته که جالبه این است که دو تا نکته در سمت حکومت ما دیدیم چقدر وحشت زده بودن، تمام نیروهاشون رو بسیج کردن، یک ماه با این خبر بازی کردن، انحرافات خبری درست کردن، تا جایی که بعضیا معتقدن ای بسا کشتن مهرجویی و همسرش هم برای ترسوندن سینماگرا و این قشت بوده و هم برای انحراف خبری بوده. حالا که جنگ شده، البته این جنگ به دلیل آرمیتا راه نیفتاده، ولی سعی کردن خبر رو ببرن جای دیگه، مدیریت کردن. حتی قطعه‌ای که قطعه 99 در بهش زهرا که میگن آرمیتا رو دفن کردن، من شنیدم که قطعه ایست که قطعات بدن دفن کنم، برای اینکه کسی اونجا به طور طبیعی نره، یعنی قطعه معمولی نیست که صاحبان به اصطلاح بازماندگان دفن شدگان اونجا برن. یعنی هر حقه‌ای بلد بودن زدن، به خانواده فشار آوردن که موشا نمیشه ببرین اینجا، باید اینجوری کنین، تهدید کنن. معمولا هم میرن مدرسه رو رفتن تهدید کردن، هم شاگردی ها رو تهدید کردن، همه رو کردن که اینو کنترل کنن، به خیال اینکه شلوغ نشه، مردم هم حادثه مهسا تکرار نشه. غافل از اینکه به قول جین شارپ این اتفاقات مثل اصل بقای انرژی میره زیر پوست جامعه. ممکنه الان با 100 تا حقه و سرکوب و اینا مثلا نظری صدا در بیاد، اما این انرژی جایی نمیره، انرژی موجوده، جزء طلبکاری های ملت میمونه، در اولین فرصت بروز میکنه. بنابراین در سمت حکومت به نظرم اون چیزی که جالبه میزان وحشت زدگی عناصر حکومت و میزان به دست و پا افتادنشون، که مطمئنم تا شخص خود خامنه‌ای به این ماجرا نظارت داشته بود، نشسته برنامه ریزی کردن، در جریان بوده چیکار کنه. اما در سمت مردم خب واکنش ها به هر حال دیدیم، شعارهای شبانه، تشییع جنازه، همه چی. اما نکته بزرگتر این است که این گونه حوادث نه فقط زنان و دختران شجاع ایران زمین رو باز نمیداره، بلکه در واقع این نافرمانی مدنی گسترده ای بر سطح کشور، زنهای جوان و میانسال و پیر در واقع دست به دست دارن میکنن، که برآورد خیلی کسا که مشاهده میکنن سنجش افکار دقیق نشده، ولی اقراق نیست اگر بگیم دست کم عددی بین 50-70% دختران و زنان ایرانی در مقابل تحمیل حکومت برای حجاب که یه پایه باستولید قدرتشه در واقع، دارن نافرمانی مدنی میکنن، وقعی بهش نمیگذارن و مردم هم پشتیبانشونن، رو در روی اینها میستن و نشون میدن که نمیخوان پوشش اجباری داشته باشه. این به نظر من حادثه خیلی بزرگیه آقای دکتر نوری‌زاده. یعنی با قدرت باید گفت که زنان و دختران شجاع ایران زمین در این مبارزه پیروز شدن و رو در روی حکومت ایستادن، حکومت رو به عقب روندن و باعث شدن که هرچی هم دست و پا میزنه بیشتر فرو میره. و این رو باید یکی از بزرگترین پیروزی های سالیان اخیر دونست که انصافا حق زنان ایرانیش، دنیا هم تحسینشون میکنه، دنیا هم پشتشون ایستاده. همینجا هم یاد بکنم واقعا از زندانیان سیاسی شجاع ما که از درون زندان و به قول خانم نرگس محمدی از پشت دیوارهای قطور و تاریک اوین هم دفاع میکنن، ایستادن
حاضر نمیشن حجاب اجباری رو تن بدن ولو نفرستن ایشون بیمارستان و این گونه مدافع باشن، یا خانم رهنورد برای 13 سال حصر خانگی و غیره و بقیه. بنابراین یک نوع اجماع بزرگ هم میشه گفت به وجود اومده بر سر این مبارزه جانانه زنان و دختران ایرانی که تا اینجای کار قطعا میشه گفت که پیروز شدند و خامنه‌ای روحانیت تنگ نظر شیعه و اعوان و همسارشون رو به عقب کندن. بکنی پیروزی خانم نرگس محمدی جایزه صلح نوبل، بعد بیماری خانم فاطمه سپهری، یعنی موضوعاتی که اهتمام و توجه جامعه رو داشت. درست در همون زمان خب این جنگ غزه شروع شد و اینا سعی کردن شیفت بزنن. بعد ماجرای آرمیتا، اینا از قبل میدونستن که آرمیتا دیرگاهی بود مرگ بستری داشت، اینا داستان مهرجویی رو راه انداختن. یعنی من وقتی نگاه میکنم چطور میشه درست در یه بزنگایی که اینا محتاجن شلوغ کنن افکار جای دیگه برن چنین اتفاقی میفته. سر مهرجویی دکتر سازگارا حتما شما هم دستت اومده، من گزارش های درست و حسابی دریافت کردم که نوشتم هم. که دقیقا تحریزی رژیم بوده، این برنامه خونه فروهر در اینجا اجرا شده. یعنی مأمور امنیتی اومده در زده، کارت نشون داده رفته تو، حالا اونجا اومده گفته برقتون ماشینتون رو دزدیدن نمیدونم فلان، اینجا بهانه دیگری رو بردن و رفتن تو خونه و با نهایت فجاعت و شناعت این قتل رو انجام دادن. خب اگه دزدی میره بخواد یکی رو بکشه، یه چاقو میزنه یه تیر میزنه میکشه، ولی اینا ببرن مسله کنند کاری که با زندیات فرخزاد کردن. بنابراین میخوام مردم تردید نکنن که سید علی آقا قاتل مهجویی همسر عزیزشم بوده، همون گونه که قاتل صدها تن از شما یادتون باشه کارون 10 سالش بود، پلوی بابای شاعرش خوابیده بود تو حیات، اونجور کشتنشون. مردم اینا یادشون باشه، یادشون نره که سید علی آقا قاتل بزرگه. ببخشید من زیادی حرف زدم. در نه درستم هست، اختیار دارین، کاملا با شما موافقم. اصلا کارد آجین کردن مثل مهر و امضای قتلای حکومتی شده. یعنی حالا اشاره کردید فرخزاد، شاپور بختیار، یا داخل ایران به کرات مثل فروهرها، یا الانم مهرجویی. و به قول یکی از سینماگران ایران من صحبت میکردم، سوالم در واقع خب مهرجویی خیلی آدم سیاسی و به اصطلاح مخالف رژیم مثل مثلا پناهی یا رسول فقیرو نبود، چرا باید بکشنش؟ حرف خوبی زد، گفت اتفاقا اگر الان خون از دماغ مثلا پناهی بیاد خب همه میگن تقصیر حکومت و میدونن که حکومت مخالف این هاست و این ها زندان هم رفتن، یا خانم ترانه علی دوستی، یا تمام زنانی که این گونه از کار بیکار گفتن حق نداریم کار کنیم و هر یکیشون جواب دندان شکنی به وزیر ارشاد و حکومت دادن و در واقع توی دهن خامنه ای و وزیر ارشادش زدن که اصلا کی حاضره دیگه از شما کار کنه و همسال خود اینا. خب چهره های شانسان اتفاقا رفتن سراغ یه چهره که کمتر سیاسی بوده، اگرچه حالا فیلم هایی اومده که نشون میده به هر حال دگرندیش و مخالف بوده و همسرش رو این گونه کارد آجین بکنن وحشیانه. این در واقع هم میخواستن که گردن نگیرن، مثلا بتونن تبلیغات کنن که ما نبودیم، هیچ کسی باور نمیکنه، هم این که بیشتر بترسونن دشت سینماگر رو که انصافا در بین اهل فرهنگ و اهل هنر ایران الان به جرات میشه گفت سینماگران ما پیشتازن و در پیشاپیش بقیه اخشار فرهنگی جامعه ما رو در روی رژیم ایستادن. در صورت کاملا با شما موافقم، این کار هم انحراف خبری میخواستن درست کنن و هم این گونه در واقع به سینماگرا هشدار بدن. هم داستانه هم که میگن ببخشید خر تو خیابون را میره میخنده، آخه یه باغبون مثلا بلند شه بره بابت 30 میلیون تومن
چهار تا آدم هم برداره ببره ایران با 3 میلیون تومان میره آدم میکشه، دو تا آدم میکشه و اونم اینجوری حرفه‌ای و غیره. اول میخواستن یه مشکل نژادی ایجاد کنه، افغانای بدبخت، حالا یکی تو افغان ممکنه ایرانی هم دزده، ایرانی هم قاتله، ولی اینو به گردن افغان رو انداختن، این جامعه رو. و اینطور هم شد. من یه فیلم میدیدم آقای دکتر که یک حالا آدم افغان بی اخلاق به یک بانو و دخترش تجاوز کرده بود، ولی اونایی که گرفته بودنش طوری با این تمام صورت و بدن خونی بود، یعنی اینو دارن تشویق میکنن به نوع. یه نکته دیگه خدمتت بگم دکتر سازگار، حالا بعد از این بحث‌های سیاسی به اینجا رسیدیم، مهرجویی اتفاقا این آخری ها خیلی تند شده بود، یعنی بعد از فیلم لامینور و فیلم سنتوری که چه بلایی سرش آوردن، اکران عیدش رو گرفتن و غیره. این که شما میگید سینماگران، ببینید آقای دکتر، سینماگران از نانشون گذشتن، یعنی ممنوع تصویر شدن، ممنوع کار شدن، یعنی چی؟ یعنی تو دیگه نان نداری خانم علی دوستی، تو دیگه نمیتونی درآمدی داشته باشی. و آقای کارگردان و اینا، برای من خیلی قابل تأمله که ما باید روش فکر کنم. حالا اینو میخواستم از شما سوال کنم آقای دکتر، با اینها اوائل انقلاب زندگی کردی، دیدیشون، من واقعا ازت سوال میکنم چه چیزی باعث میشه آدم به این درجه از بی اخلاقی برسه؟ مگه اینکه بگیم ذاتن اینا اینجوری بودن؟ ببین آدم نمیتونه عوض شه به این راحتی. چطور سید علی خامنه‌ای میتونه توجیه کنه برای خودش حتی که مرجوی رو اونجوری آشلاشش بکنه؟ تصویر کارون ده ساله نمیاد جلو چشمش وقتی نوش رو نگاه میکنه؟ اینا به چه درجه حیوانیت میرسن؟ واقعا ازت سوال میکنم، میخوام بدونم. ببینید داستایوفسکی میگفت خدا رو از دنیا بردارین، هر جنایت مجاز میشه. من حالا به داستایوفسکی باید عرض کنم یه چیزی بدتر از اینی که خدا رو برداری وجود داره، و اون ایست که یه خدایی داشته باشی تو جیبت باشه. یک خدایی رو تعریف کنی که به دست تو باشه. و ببینید آقای دکتر، بینش غیر از این که حالا الان اینایی که حاکمن دیگه یک عده باند مافیایی دزد آدم کشن که هر کدومشون هم رأس باندشون یا آلکاپون نشسته، ماهیتشون دیگه اصلا اینجوری شده، ولی غیر از اون حتی اون آلکاپونا و اینا هم یه کارایی رو نمیکردن که دیگه میکنن. و علت این که اینجوری شده این است که یه تفکر خطرناکی رو بهش قائلن، و اون این است که در واقع میگن یه سری احکام فقهی هست مثل همین نماز و روزه و نمیدونم همینا رو ما ولو ظاهر ولو مکانیکی اجرا کنیم بهش برامون تضمینه، بالای اینه بخوام درجات بالاتر مثلا باید بیشتر رعایت کنیم. و وقت این فقهه یه جوریه که درش دست خودشونه، آنچنان که عصب الحسن اصفهانی مثلا میتونست 13 تا راه شرعی درست کنه که ربا رو حلالش کنه مثلا، میگفت این از علم ایشونه. و یه سیستمیست این نوع ماشین به اصطلاح استنباط فقهی که میتونن شکنجه رو بکنن، تعذیر قانونیش کنن، میتونن حفظ حکومت و خمینی میگفت نمیدونم از توحید اولاست، میتونه همه نماز و حتی تعذیر کرد، همه رو با این متد میشه در بود. این چیز عجیب غریبی هم نیست. و این باعث میشه که در واقع اون وقت به راحتی هر کاری رو بکنن و خیالش راحت باشه که نه این مثلا کاری به کارشون. هم دیگه میگم یه خدایی درست کنی که تو جیبت باشه، یه خدایی درست کنی که دست آموز خودته، در اصل هر کاری رو توجیه کنی و انجام بدی. در واقع ببینید به زبون دیگه بگیم دین باید اخلاقی باشه، دین رو هم میخواد فقهش باشه، میخواد دستوران، باید بذاری در ترازوی اخلاق بسنجی، اگر رفوزه میشه اونو بذاریش کنار. هر دست دقیقاً. نه اینکه، ولی برعکس، اینا اخلاقی رو قائلن که دینیه، یعنی اخلاق رو از روی همین احکامشون که اون وقت
توجیهش هم دست خودشونه تعریف میکنن. به این دلیل آقای خامنه ای ابایی نداره از اینکه آتیش یه جنگی رو روشن کنه، اون وحشیگری ها رو حماسی ها بکنن، عمدن هم کردن برای اینکه اسرائیل رو وادار کنن عملیات زمینی بکنه، مثل مرتبه های قبل نباشه از آسمون چهار تا حمله بکنه بعدم بگه حالا تلافی شد و این همه آدم کشته بشه، ایشون تک هم نمیگزه. فکر میکنه که یه توجیه فقهی داره که مثلا نمیدونم، به خصوص تو شیعه این راهش هم بدتر از بقیه طرف اسلامی بازه و در واقع هدف کاملا وسیله رو براشون توجیه میکنه و فکر میکنن که خدا هم همینو میگه و باشه. یعنی انسانیت رو به قول خانم نرگس محمدی استبداد و جنگ رو روی یه سکه، انسانیت و انسان رو هر دوش میکشه و این استبداد دینی که درست کردن در واقع محدود به هیچ مرد اخلاقی دیگه نیست، برای اینکه اخلاق هم دست آموز چهار تا حکم فکستنی است که سرتاش دست خودشونه و میتونن توجیهش کنن و در واقع به خودشون هم بگن که خب خدا از ما راضیه با همینطوره و این شکل. اینطوری است که آقای دکتر میبینید اینها حتی نسبت به سایر حکومت‌های دیکتاتوری و یا توتالیتر ایدئولوژی مثل نازی ها، مثل کمونیست ها، اینا کارهایی رو میکنن، یا دیکتاتوری های ساده نظامی و غیره، اینا کارهایی رو میکنن که هیچ کدوم اونا خب دکتر عزیزم هیچ کدوم اشاره انجام نمیدن. اشاره به جایی کردی روی مذهب تشیع. خب خامنه ای سوار قدرت، آدم تیکه پارم میکنن، بچه ها رو تو غزه سر میبرن، اون ورس توی اسرائیل سر میبرن، اینا این خیالش نید. ولی به من بگو اون روحانیتی که میاد از مظلومیت حسین و علی اصغر میگه اینا چی شدن، کجان، آیا خفه خون گرفتن؟ آقای وحید خراسانی مرده، آقای شبیری زنجانی مرده، این آدما کجان؟ آیا اینا هم خریدن تموم شد بعد دکون شیعه رو ببندیم تعطیل کنیم دیگه؟ بله من فکر کنم ببینید روحانیت ذاتاً قشر محافظه کاریه، یعنی شغلش یه جوری محافظه، اصلا حافظ یه سری سنت ها محافظه کارش میکنه. بگذاریم در مقطعی حالا خمینی بود و انقلابیگری رو بیشتر میشه گفت روشنفکرها آوردن به میدون و او رو به میدون آوردن، ولی نوعاً قشر محافظه کاری هن. به اضافه این که با عرض معذرت تعدادی از اینا این سالیان خریداری شدن، بس آقای مکارم الان یک کارخونه دار و تاجر بیشتر از این که روحانی باشه، یا مناسبی پیدا کردن، بروبیایی دارن، اونایشون هم که این چیزها رو ندارن در واقع محافظه کارهای ترسویی هن. و یعنی فراموش نکنیم مکتب فکریشون جوریست که اونها هم با همین ابزار فقه که اخلاق و خدا با همه رو دنبالش میکشونن با همینجا رسیدن. دکتر وقتمون تموم شد ولی بسیار ازت ممنونم. این نکترم باید خدمت عرض بکنم که آقازاده یکی از همین مراجع که در قم هم هستن برای من میگفت میریم پیشش و میگیم آقا چرا هیچی نمیگین، میگه آقا نخیر، دفع فاسد به افسد نباید کرد، اگر اینها بروند بعد اسلام رو نابود میکنه. در ممنونم ازت. یا آقای دکتر یه حکمی دارن تقریبا همشون قائلن که اگر فقیه عادل جامع شرایط حاکم باشه نباید باش مخالفت کرد. بعد حالا بگو آقا اینی که حاکم سید علی نه فقیه بله ممنون. ولی به قول معروف میکشم به سوشت. من تنها کسی که ایدم صراحتا پاشو گذاشت و گفت عادل نیست آقای منتظری. بله بله، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست نازنینم دکتر محسن سازگار، کارشناس تحلیلگر عزیز، تادی داره بعدی در پناه پروردگار خوشگل زیبای عاشق که از این کارا نمی کنه، قاتلم نیست. بدرود.